سرخط خبرها و مهمترین ها. ورود شهروندان افغانستان به کرمانشاه ممنوع شد. حمله به شهرک مهاجران افغان در ایران پس از کشته شدن یک جوان در ولایت یزد. تاجیکستان برای حفاظت از مرزهایش با افغانستان به کمک جامعه جهانی نیاز دارد. و همچنان در پایان مقامات بلندپایه امارت آماده فرار شدن. تحول بزرگ در راه است. روزانه بیش از هزاران تن از شهروندان افغان از طریق گذرگاه های مرزی اسلام قلعه استان هرات و ملک نیمروز از جمهوری اسلامی ایران اخراج می شوند. حمزه سلیمانی مدیر کل امور ادبا و مهاجران خارجی استانداری کرمانشاه گفته است که ورود شهروندان افغانستان به 16 استان ایران از جمله کرمانشاه ممنوع است. او در مصاحبه با یکی از رسانه های وابسته به حکومت ایران گفت که از آغاز سال جاری تا اکنون 8 مرحله طرح شناسایی دستگیری و طرد ادبای غیر مجاز در کرمانشاه اجرایی شده است. سلیمانی از پلیس امنیت عمومی اداره اجرایات شهرداری و سایر دستگاه های دولتی ایران خواست که برای عملی شدن طرح ممنوعیت ورود شهروندان افغانستان به کرمانشاه اقدام کنند. او گفته اجرای این طرح ها تا اکنون تعداد قابل توجه از کارگران افغانه و غیر تعداد از کارفرمایان مختلف و به تعهد که اقدام به کارگیری آنها کرده بودند دستگیر شدند. سلیمانی از آغاز مرحله نهم اجرای این طرح از 8 آذر سال جاری نیز خبر داد که به گفته او شامل شناسایی دستگیری و اخراج مهاجران غیر قانونی است. او افزود که در این مرحله از طرح مزبور یعنی بسیار از پروژه های ساخت مسکن در شهرک های اطراف شهر گلخانه ها از تبل های پرورش است و گوداری های بازرسی شدند و در این بازرسی ها هم تعداد از کارگران افغانستانی که توسط کارفرمایان به کار گرفته شده بودند دستگیر و از استان طرد شدند. حمله به شهرک مهاجران افغان در ایران پس از کشته شدن یک جوان در یزد. پس از کشته شدن یک جوان در نزاع خیابانی در شهر میبد واقع در استان یزد ایران، ساکنان این شهر به شهرک مهاجران افغان حمله کردند. اینک شورای تامین استان یزد دستور داده است که در شهرک محل زندگی مهاجران محدودیت‌ها ایجاد شود. یک جوان یزدی به نام امیررضا آقایی پنج شنبه در یک درگیری در خیابان خرمشهر مبید با چاقو کشته و فرد دیگر به نام رحیمی زخمی و در شفاخانه بستری شد. مقامات ملی به نام زارب یا ملیت او اشاره‌ای نکردند، اما برخی رسانه ها نوشتند فرد که او را با چاقو زده اهل افغانستان بوده، ادعایی که تا اکنون ثابت نشده است. تاجیکستان برای حفاظت از مرزهایش با افغانستان به کمک جامعه جهانی نیاز دارد. معاون وزارت خارجه تاجیکستان گفت شبکه های تروریستی و قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر فعالیت گسترده در شمال افغانستان دارد. صادق امامی معاون وزارت خارجه تاجیکستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در مقدونیه برگزار شد گفته که به علت وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان و تهدیدهای ناشی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر در مرزهای آن کشور با آسیای مرکزی، تاجیکستان خواستار حمایت و همکاری کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه جهانی است. رسانه آماج نیوز در سایت رسمی خود گزارش می‌دهد مسعود نشست مخالفان طالبان مقام‌های بلندپایین گروه را نگران ساخته است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سومین نشست ویانا گفته است که این نشست و انسجام مخالفان طالبان مقام‌های بلندپایین گروه را نگران کرده است. آقای مسعود در این نشست از مخالفان گروه طالبان خواست تا اختلافات، تشریفات و فاصله‌ها را کنار بگذارند و کنار هم بیایند. رهبر جبهه مقاومت گفت نبردهای مقاومت به دستاورد خوب منجر شده است که توافق همگانی و اجماع مشترک در مورد بحران افغانستان است. در نشست ویانا احمد مسعود اشاره به بدیل طالبان کرد و گفت بدیل گروه طالبان افراد نیستند بلکه گفتگو میان شهروندان افغانستان است. او تصریح کرد بدیل طالب یک روند است که هم مردم افغانستان در آن دخیل باشد و بتواند طالب را نیز جزء از آن جریان کند. این چهره برجسته مخالف طالبان افزود رای حل افغانستان اصلاح گروه حاکم نیست، تشکیل حکومت همشمول مشکل را حل نمی کند، چنان که باز شدن دوباره مکتب ها با این نصاب تعلیمی فقط افکار تروریستی را بیشتر پرورش می دهد. این در حالی است که پس از نشست های مخالفان گروه طالبان شمار از مقام های این گروه واکنش نشان داده و گفتند دشمن هنوز در کمین است. تحرکات جدید در حوزه زیر طالبان با تغییر می‌وزد ادامه‌اش. طالبان اساساً نیاز به گفتگو با مخالفان خود را نمی‌پذیرند. آنها تصور می‌کنند که افغان‌های غیر طالب نهایت حقی که دارند این است که توسط طالبان کشته نشوند.
وقت خبرنگار از عباس استانکزی در معارض نشست مسکو و نشست امنیتی را در دوشنبه تاجیکستان میپرسد. او میگوید که آنها باید به جای برگزاری نشست در آن شهرها بیایند در افغانستان جلسه برگزار کنند. بعد میگویند ما حاضریم که با آنها بنشینیم و صحبت کنیم و با تفاهم مشکل را حل کنیم. اگر آنها کدام مشکل دارند، اول که کدام مشکل هم ندارند، زیرا عمومی اعلام شده و این کشور خودشان است و آنها هر وقت می توانند به کشور برگردند. طالبان یک گروه تمامیت خواه است. این گروه قدرت را حق مطلق خود می داند و هیچ حقی به غیر طالبان نمی دهد. استانکزی هم در مورد خواست جهان برای تشکیل حکومت مشمول می گوید که هیچ حکومت در جهان مشمول نیست و هر حزب یا گروهی که قدرت را از هر رای در اختیار می گیرد هم مناسب دولت را اشغال می کند. از آن جایی که خبرنگار کارمند تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان است و در کابل زندگی و کار می کند، حق ندارد سوالهای را مطابق نیاز طرح کند. برای همین او نمیتواند بپرسد که در کشورهای دیگر حتی اگر حزب پس از رسیدن به سر اقتدار تمام مناسبات مهم دولتی را اشغال کند، آن کشورها میکانیزمی برای تبدیل حکومت ها دارند که چند سال بعد فرصت دوباره به مردم برای انتخاب حکومت داده می شود و چرا طالبان ندارد. او نمیتواند بپرسد که آیا شما هم میکانیزمی برای تغییر امیرالمومنین تان دارین یا نه. این مخالطه ها عمدن از سوی طالبان صورت می گیرد تا در مواجهه با مردم عام دستاویزی برای خود داشته باشند. استانکزی در همین مصاحبه در مورد حکومت مشمول می گوید که در افغانستان هیچگاه حکومت ائتلافی نتیجه مثبت نداشته است و پس از این هم نخواهد داشت. او با تکیه بر همین جمله ضرورت بحث بر سر تشکیل حکومت مشمول یا تغییر در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را رد می کند. در وضعیتی که نیروهای زیر طالبان در زمین قدرت نظامی چالش آفرینی ندارند و جغرافیا هم کاملا در اختیار طالبان است و این گروه به کامل بودن حکومت خود باور دارد و به گفتگو نیاز نمی‌بیند، تغییر وضعیت سیاسی به زودی ممکن نیست. با این حال باد تغییر وزیدن گرفته است و هر روز تندتر می‌شود. شاید رژیم طالبان بیش از نصف عمرش را سپری کرده باشد. این تحرکات از سوی طالبان هم با جدیت دنبال می شود، با وجود که حوزه زیر طالبان هنوز به انسجام نرسیده، اما برداشتن گام های ابتدایی به این هدف هم طالبان را نگران کرده است. برای همین مقام های گروه طالبان در اظهار نظرهای خود تلاش می کنند این نشست ها را به اهمیت جلوه بدهند. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان در سخنرانی اخیرش در مراسم فراغت کماندوهای طالبان این نشست ها را پوچ خواند. او به این سیاستمداران توصیه کرد که به جای برگزاری چنین نشست ها به کشور برگردند. عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که این نشست‌ها غیر قانونی و برای بدنام کردن طالبان است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.